سلام، خوش اومدید به برنامه آنالیز دیگه. تو این قسمت قرار در مورد کنسرت های ایرانی صحبت کنیم. اگه داخل یوتیوبتون رفته باشین یا داخل اینستاگرامتون رفته باشین، پر شده از پیج هایی که دارن بررسی میکنن کنسرت های ایرانی ها، نقد کنسرت های خوب، نقد کنسرت های بد، نقد خوانندگی ها. چی میشه که نوازنده بد میزنه؟ چی میشه نوازنده خوب میزنه؟ اگر از این دسته ویدیوها شما خوشتون میاد حتما سابسکرایب کنین، لایک کنین، چون لایکتون خیلی کمک بزرگی به ما میکنه. نظرتون در مورد خواننده های ایرانی برام همین الان بنویسید. خب ریشه این قضیه کجاست؟ ریشه این قضیه اینه که کنسرت های ایرانی و سطح کیفیت خواننده ها به شدت تو سالیان اخیر افت کرده. یعنی ما قبلا خواننده های مثل ساتین و سارن و دنیا دادرسان که اسطوره همه ایناست و ماکان بند که داخل ایران مجاز کار میکنن نداشتیم. یعنی خواننده های بی کیفیت بودن، ولی در این حد بی کیفیت نبودن. دیگه هم کم دیگه نمیشه اسم اینو خوانندگی گذاشت. یعنی خوانندگی قبلا یک حالتی داشت که شما باید یه سری نوت ها رو روی یک اصولی اجرا میکردی که برای گوش لذت بخش بود و لذت میبردی. الان بیشتر برای چشم بر لذت بخش باشی تا برای گوش. یعنی باید چهره خوبی داشته باشی، بدن زیبایی داشته باشی، بتونی مخاطب رو با بدن خودت، با صورت خودت جذب کنی. حالا اگه صدات هم خوب باشه، خب خیلی خوبه. صدای خوب برای خوانندگی واقعا چیزیه که اگه داشته باشه خوبه، ولی اونقدر مهم نیست. یعنی هیکل و صورت و بدن خیلی مهمتره به نظر من. در حال حاضر داخل ایران خواننده های ما تبدیل به سه بخش شدن. بخشی که خواننده نیستن، بخشی که خواننده هستن ولی خب واقعا معلومه انقدر کم تمرین کردن یا تمرینشون کم بوده، یا بعضیا واقعا خواننده خوبی بودن به خاطر اینکه یه مدت گذشته هیچ تمرین نکردن افت کردن. و خواننده هایی که همیشه خوب بودن هنوزم فوق العاده است، کیفیت کنسرتشون بسیار بالاست و از لحاظ صدا، اجرا، همه چی فول، یه پکیج کامل رو دارن. اول اینکه چرا کنسرت برگزار میشه؟ خب خواننده میاد یه سری آهنگو میده بیرون، اونا رو پخش میکنه، یه سری جواب میگیره در مورد آهنگای سونیا، آهنگا خوبه، آهنگا بدن، چه میدونم مثلا 20 آهنگ داده خواننده بیرون، حالا تصمیم یه کنسرت بذاره. اصلا یه کنسرت میذاره، کنسرت قضیه دو بخش است. یه بخشی داره که خواننده، یه بخشی که بیننده. خواننده برای اینکه بتونه کنسرت خوبی داشته باشه، خب موظفه تمرین کنه، آهنگاشو هزاران بار تمرین کنه، با گروهش تمرین کنه، با بندش، با گیتاریست، با پیانیست تمرین کنه که بتونه یه برنامه خوبی برای مردم اجرا کنه. حالا توقعی که مردم دارن چیه؟ توقعی که مردم دارن اینه که خب هزینه هر بلیت داخل ایران تا جایی که من میدونم حدوداً بین 500 تا 1 میلیون تومان، از 500 هزار تومان شروع میشه تا 1 میلیون تومان. این پولی هم که من دارم میدم پول کمی نیست، داخل ایران کاملا پول زیادی حساب میشه و مردم وقتی که میان کنسرت توقع دارن که بتونن همون لذتی رو که داخل خونهشون، داخل ماشینشون بردن رو ببرن، ولی خب طبیعتا جو کنسرت باید جوری باشه که اصلا شور و نشاطی که داخل کنسرت برای ایجاد میشه ده ها برابر باشه. ولی نکته ای که هست و باعث این شده که خواننده های ما یکم ضعفشون خیلی بیشتر از گذشته بشه اینی که مردم دیگه خیلی براش مهم نیستن چی گوش میکنن تو کنسرت. مردم فقط صدا و وایب و دست زدن براش مهمه. یعنی مردم میرن کنسرت که بشنون که خواننده داره میخونه، یه سری دست بزنن، جیغ بزنیم، خوش بگذره. این دیگه برام اهمیت نداره که صدایی که داره تو گوش ما میاد با اون صدایی که داخل آهنگ شنیدیم، داخل خونه و توی ضبط ماشینمون شنیدیم، یکیه یا یکی نیست. برای خواننده هم خب اینطوری که میخواد بازخورد آهنگشو ببینه، یعنی میخواد ببینه که آقا آهنگام که فکر میکنیم خیلی دارن خوب جواب میگیرن، همیشه دانلودشون خیلی بالا بوده، فروششون بالا بوده، مردم میان داخل کنسرت منم میتونن اینا با من همزمان بخونن یا نه. میایم داخل کنسرت الان، مردم با آهنگ میخونه، مردم دارن لذت میبرن، مردم میان داخل اینستاگرام تبلیغ کنسرتتون میکنن، میگن چه کنسرت عالی بود، چقدر عالی بود، همه چی لذت بردی، فوق العاده بود. خب من خواننده میام میبینم که آقا من که تمرین نکردم برای این کنسرت، کیفیت
کنسرت هم که افتضاح بوده. میام گوش میکنم خودم میفهمم افتضاح میکنم. مردم چرا در لذت میبرن؟ خب اوکی با وایب کنسرت حال کردم پس. و مردم خیلی کیفیتش برایشون مهم نیست که من دارم چی میخونم. اون نوتایی که دهنم خارج میشن چیه؟ چرا تمرین کنم دیگه؟ به جای اینکه بیام وقتو بذارم روی کارم تمرین کنم، میرم با دوستان بیرون، میرم باشگاه. معلوم که هرچی براشون بخونیم که حال میکنن. خب چه کاریه پس؟ یه دسته دیگه هم هستن که میان پلی بک میکنن. پلی بک یعنی که بیای خودت فقط لب بزنی، موزیک پخش بشه، ارکستر اونجا باشه، نشون بده که داره ساز میزنه و اونم ضبط شده داره پخش میشه. مثل این کنسرتی الان ببینید. دوست دارم به چشم من گریه نکن. در واقع کلاهبرداریه دیگه، یعنی من مخاطب اومدم اونجا که از اجرای لایو تو لذت ببرم، تو اومدی برای من همونی که داخل خونم داری میشنوی و گذاشتی. پلی بک چیز بدی نیست اونقدر به نظرم، نظر شخصی مو دارم. اگه مثلا چه میدونم توی کنسرتی 30 تا ترک پخش بشه، خواننده بیاد بگه آقا ترک شماره 1، مثلا یه محسن یگانه بیاد بگه ترک بهت قول میدم ترکیه که من الان به خاطر مشکلاتی که داشتم تمرین کافی رو اون ترک نداشتم، این ترک رو به صورت پلی بک اجرا میکنم برات، مثلا یه دونه تو 30 تا ترک با این که دارم اطلاع میدم پلی بک. این اوکی به نظر من، اوکی واقعا من با این قضیهش مشکل ندارم. حالا یه دونه ترک رو نمیتونه اجرا کنه دیگه، به هر دلیلی اصلا تمرینش کم بوده، اصلا تواناییشو نداره که نمیتونه اجرا کنه. من اینو بهش حق میدم چون صادق بوده، اومده خودش مستقیم گفته حرفشو. ولی اینکه مثلا چه میدونم مثلا داخل کنسرت‌های آرش، شادمهر یا بعضی وقتا حتی دیدم داخل کنسرت‌های سامی بیگی، این اتفاق خیلی میفته که مثلا میکروفون از دستشون میفته ولی موزیک داره کاملا پخش میشه و همه چی اوکیه. به نظر من یکی از دلایلی که این مشکل ایجاد میشه کم توقع بودن مردمه. یعنی من بیننده وقتی که میرم داخل کنسرت، مثال میگم محسن ابراهیم زاده، میبینم کیفیتی که داره اجرا میکنه بسیار پایینه، سطحی که داره اجرا میکنه بسیار پایینه. خب چرا دفعه بعدی میرم؟ چرا هر دفعه که بر کنسرت میذاره سه سانس توی یک روز کنسرت میذاره همه بلیتای سولد اوت بشه؟ شاید خودمونیم که داریم باعث این حس میشیم که خواننده نره تمرین کنه. خواننده اگه ببینه کنسرتش خالیه، اگه ببینه مردم دیگه کنسرتش درست ندارن، دیگه کنسرتش رو نمیرن، خب به فکر میفته خب آقا مشکل من چیه، مشکل چیه که دیگه کنسرت من نمیاد، خب میرم تمرین بیشتر میکنم. البته نکته ای هم که هست اینه که اصلا جدا از اینکه مردم ازت نخوام تو باید تمرین کنی، تو شغلته. مثل اونه که به دکتر بگی که آقا کار تو باید تمرین کنی، خب خود دکتر میدونه، بعد اطلاعاتش همیشه آپدیت باشه چون وظیفه‌شه. یه کار بیشتر ندارم خوانندگی، شغلته، بعد توی اون بهترین کاری که میتونی و عرضه بدی طبیعتا. به نظر من اگه یکم سطح توقعمون رو بیاریم بالاتر و بیشتر به پولی که داریم میدیم اهمیت بدیم و چیزی که گوش میدیم و بیشتر بهش اهمیت بدیم، این باعث میشه که خواننده ها هم به فکر بیافتن و بتونن سطح کنسرتشون رو ببرن بالاتر. اگه شما کنسرت های ایرانی رفتین تا به حال، حتما نظرتون رو برام داخل کامنت ها بنویسین که تجربتون از اون چی بوده، خوب بوده یا بد بوده. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین، حتما این خیلی کمک بزرگی ما میتونه بکنه. تا هفته دیگه و یه برنامه دیگه، خدا نگهدارتون باشه.